بچه سلام، چیه طوری؟ امیدوارم که حالیم خوشید. گرسی هستم در خدمتتونم با این ویدیو و یه پنجشنبه دیگه داخل این فوتبال 24 که برای اولین بار ما کوابیوت سکینو رو داریم توی بازی. کل جذابیت کوابیوت واسه من یکی که همون سری اولی بودش که این بازی اضافه شده بود و از اونجا به بعد دیگه کلا نرفتم سراغ کوابیوت، ولی این هفته خیلی فرق میکنه و میتونیم ازش سکین رایگان بگیریم. یه پیوتی دبلیو خیلی مشیه به بازی اضافه شده با حضور همزمان کوین دیبرون و هرنیتو وینیسیوس جونیوری که جفتشون هم بوستر دارن و خیلی میتونه باکس خفنی باشه. یه پیوتی دبلیو رایگان بوستر دارم این هفته تونستیم از طرف کنامی بگیریم. بس خیلی سریع بریم که ویدیو شروع بکنیم. قبلش لایک و کامنت سابسکرایب حتما بزنید. ویدیو توی سابسکرایب گرمه بزن بریم. اول از همه بریم سراغ جواز امروز که مال همون کمپین 700 میلیون دانلود بازی هستن که دومی هفته این کمپین رو هم دیگه استارتش کردیم. یه دونه پی او تی دبلیو بوستر دار رایگان امروز تونستیم از طرف کنامی بگیریم، اونم پالمره. بریم پالمر رو دیگه دریافتش بکنیم بوستر دارمونه. من به صورت رایگان میتونیم پالمر رو بگیریم. خب پالمر آر ام اف 93 بوستر دار تونستیم اینجا دریافتش بکنیم. پالمر رو بیاریمش توی ترکیب و ببینیم که چه اوورال میتونه بگیره. اول از همه به جای کوین دی بروین و تونس به اوورال 97 خودش رو برسونه توی ترکیب و اینجا میاریمش به جای کیلیان امباپه توی پست آر ام اف بذاریمش. یه کوچولو آوارش رو دیگه بررسی بکنیم. ما یه پالمر 21 ساله و 189 سانتی رو داریم، پلی استایل کریتی پلی میکر. اول بریم سراغ بوسترش. یه بوستر تکنیک پلاس 3 رو داره که میاد به اینا اضافه میکنه به بال کنترل، دریبلینگ، تایت پوزیشن و همینطور لو پاسش میاد 3 تا اضافه میکنه. همونطور که میدونی بوستر زمانی فعال میشه که حالا فرم بازیکن ما بیا ای باشه. وقتی که ای باشه ماکسیمم حالت بوستر رو داره. فکر کنم این هفته هم پالمر ما ای باشه که آره فرم ای رو داره پالمر و ماکسیمم حالت بوستر براش میتونه فعال بشه. این هم از استاتاش که بال کنترل 86 و دریبلینگ 89 و تایت 93 رو داره. لولوفتد پاس جفتشون 85 که تو قسمت دریبلینگ و پاسینگ واقعا خوبه. فینیشینگ 82 رو بهمون میده، کل 81 و همینطور کیکی پاور 86 که تا یه حدی میتونی با شوت بزنی و میتونی اسپید 82 هم در کنار اکسلریشن 92 که بهمون میده که سرعت واقعا خوبی هم داره. این بالانسش هم کنم بالا 80 میداد که بهترم نشود. کل اسکیلاژ همین 5 6 تا هستن. اسکیلای مثل لانگ رنج کل و لانگ شوتینگ هم تو اسکیلاژ وجود دارن، ولی خب دیگه اسکیل دریبلینگ زیادی نداره، مثلا دبل تاچ رو نداره. یه پیپ کراس هم اگه بهش اضافه می‌کرد کنم که خیلی هم بهتر میشد. شانس راگان امروز هم بریم با هم که ساین بکنیم. امیدوارم که این سری دیگه بازیکن اپیک بده تو این اکانت به بله امروز یه رو شانسی و ترسی بازیکن اپیک بگیریم. امیدوارم که یا فن باسته باشه یا فرناند تورس. اینه کدوم بازی کنه شماره 9 فن باسته رو ترسیم بزنیم. پشمو فن باسته خیلی خفنداد کنم یه سری خدایش خیلی خفنداد فن باسته رو زدیم از این پک بنازم فن باسته خفن داده امروز کنم این خدایش. و اما ایونت های جدید امروز و کوآپ ایونتی که برای اولین بار بهمون قراره هدیه سکه بده، اونم 100 تا کوین رایگان. بریم سراغ این قسمت و دیتیل شما دیگه بررسی بکنیم. میام یه خورده پایین تر. همونطور که میبینید توی 500 تا پوینتش قراره 50 تا کوین بهمون بده و همینطور توی 3000 تا پوینتش هم یه 50 تا دیگه میتونیم بگیریم. در مجموع میشه 100 تا کوین رایگان. تو قسمت ایونت های آنلاین یه دو تا ایونت دیگه هم ما امروز داریم که یکی چالش ایونت آن لیمیتد که جایزه خاصی نداره و یه تم ایونت ترکیش کلاب هم داریم که اینم هدیه 50 تا کوین رایگان رو داره. پس از ایونت های امروز ما میتونیم در کل 150 تا کوین رایگان بگیریم. دو تا تورنمنت آفلاین ما امروز داریم توی بازی. یکی تورنمنت یوروپین کلابه که میتونیم از طریقش حالا ایکس یا جی پی بگیریم و تورنمنت ترکیش کلاب هم هستش که میتونیم یه دونه شانس رایگان بگیریم از برای پی او تی دبلیو این هفته. این هم از قسمت پک ها که فقط پک لومسی باقی مونده و 6 تا پک باش بدی مولشون تمام شد رفتن به کارشون. حالا هر حرکتی که رو میخواد بزنه باید منتظر سیزن 4 باشی. دو هفته دیگه تا سیزن 4 فرصت باقی مونده و حالا اگرم بخواد پک اضافه بکنه دیگه باید منتظر سیزن 4 باشیم که اونجا میتونین کارا رو انجام بده. بریم سراغ قرعه پی او تی دبلیو فوق العاده خفن این هفته با حضور کوین دی بروینه و همینطور وینیسیوس جونیور که جفتشون بوستر دارن. بریم داخل پک و یه نگاهی بندازیم که بهترین بازیکن های پک هم همین دوتا هستن. کوین دی بروینی که میتونه به اوورال 101 برسه و وینیسیوس جونیور هم میتونه به صدای خودش برسونه، ولی خب اگر شما بیاد از مربی مثلا بوستر دار مثل اریک تن هاگ استفاده بکنی. اول بریم آوار دی بروین چک بکنیم. دی بروین 32 ساله و کریتی پلی میکر رو داریم. بریم سراغ اول از همه بوسترش که بوستر پاسینگ پلاس 3 داره که بلو لوفتد پاس و همینطور کرل و کیکینگ پاورش میاد 3 تا اضافه میکنه زمانی که حالا فرمش ای باشه که این هفته ایه. بریم سراغ استاتاش. حتی که امرس 84 بال کنترل 90 دریبلینگ 80 تایت 85 لولفتت پاس بی نظیر 94 94 لولفتت پاس داره. فینیشینگ 83 بهتون میده، کل 89 و همینطوری کیکی باوری که بالای 90 کیکی باوری 90 بهتون میده که فوق العاده عالیه برای شوت زنی.
از اسکیل های پاس که همه رو داره، تقریبا وانتاژ پاس داره، ترو پاسینگ داره، ابیلیتی پاس داره، بیمو کراس داره، لول اف پاس داره، این همه رو داره، سوپر ساب هم قصدش تازه و کاپتنسی هم داره و لانگ شوتینگ هم توی اسکیلاش وجود داره. بریم سراغ وینی جونیور تو پست سی اف و اونم پلیسال گل پوچر. اول از همه بریم سراغ بوسترش. بوستر شوتینگ پلاس 3 داره که میاد بال کنترل، فینیشینگ، کی بار رو همینطور فیزیکال کانتاکتش 3 تا اضافه میکنه. بریم سراغ استاتش که اگر اون 88 داره، بال کنترل و دریبلینگ جفتشون 90، تایت 84 رو داره و فینیشینگ 93 برای وینیسیوس جونیور. خیلی واقعا خفن این فینیشینگ برای وینی جونیور، میام میخورده پایین تر. اسپید 89، اکسلریشن 94 و ایگی باره 85 بهش داده کنم. میتونست واقعا سرعتش بالای 90 بده کنار حالا اکسلریشن 94 ش سرعتی بالای 90 میتونست بهش بده کنم. این بلنس 80 هم داره. لوک دیونگ هم تو این پک داره که میتونه خوراک سانسکشا باشه، تارگت منه. بریم سراغ استدش. فقط هدو نگاه کن، هدینگ 92 در کنار فینیشینگ 90، یعنی فقط بکش رو سرش میتونه خیلی راحت گل بکنه. سرعت و اکسلریشن که کلا افتضاحه و از اون داره که باره 82 و جامپ 85 میزنه، یعنی فقط بذار که این سر بزنه. هدینگو داره تو اسکیلاج ایریال سوپریتی، اون برتری هوایی هم داره و همینطور سوپر ساب هم هست، یعنی اینو بگیری قشنگی به دوبا میتونی وارد بازیش بکنی و از سرزنی استفاده بکنی. بریم سراغ لاوتار مارتینز گل پوچر. این پک اتی دیمرس خیلی عالی 92 داره و یه خورده که بیام پایین‌تر فینیشینگ 88 داره که حالا اگه تو ترکیبم بذاریمش میتونه بالا 90 برسه. هدینگش هم که 82 ولی بقیه آماراش خیلی واقعا آمار بالایی نیستن و متوسطی داره. یه دونه بازیکن بوستردار دیگه ما داریم تو این پک، امیر رحمانی که حالا ملیتش رو فکر کنم بوسنیایی زده ولی اسمش که به ایرانی میخوره. 192 سان قدشه، اکسترا فرونتمن. بریم سراغ بوسترش که فیزیکالیتی وسط 3 هستش که به جامپ و فیزیکال کانتاکت بالانس و همینطور استامیناش به 3 تا اضافه میکنه. اینم از استاتای دفاعیش که 89 82 82 86 که واقعا خیلی استاتای دفاعی آنچنانی هم نداره. اینم از اوورال ماکس بازیکن پیوتی دبلیو، زمانی که هم اینا رو گرفتیم و هم توی ترکیب اینا رو گذاشتیم. دیبرون 101 رو داریم، وینیسیوس 100 رو داریم که حالا اگه سرمربیتون تنها باشه میتونه 101 هم بشه. دلار با 98، لوتور هم 98 و حالا بقیه 95 و 93 اینا هستن. یعنی از مقایسه دوتا وینی جونیوری که شوتان، یکی هم وینی جونیوری پیوتی دبلی بوستر دارش که این بوستر داره توی شوتینگ و فینیشینگ اینا قشنگ بازی رو میبره. فینیشینگش 14 تا نسبت به شوتان بیشتره، کیکینگ پاورش 7 تا بیشتره و از اون طرف کرنش 2 تا بیشتر نسبت به شوتان. حالا شوتان بول کنترل و دریبل تایتیناش بهتر نسبت به این وینی جونیور. نماز هایلایت های روز دوشنبه که به نظر میسه با باره اپیک میدفیلدرهای لیگ اسپانیا رو داشته باشیم که حالا هایلایتی که ما داریم گندوغان رو داریم، لوکا مودری، اولیور تورس رو داریم، بای گومز، داردر، ویلیام کاروالیو، فرام بلتران و